علامت اپوجاتورا وقتی که قبل از هر نوتی قرار بگیره به نسبت ارزش اون نوت ازش میگیره. اگر سفید باشه نصفشو میگیره، یعنی میشه یه سیاه اون علامت اپوجاتورا، بعدی میشه اونم یک سیاه مثل شکل اول. اگر سفید و نقطه دار باشه دو سوم رو میگیره، یعنی شما باید اون نوت اپوجاتورا اون میشه یه سفید، نوت بعدی میشه یه سیاه. اگه جلو سیاه باشه ارزشش مساوی میشه دو تا چنگ. اگه جلوی سیاه نقطه دار باشه باز مثل اون حالتی که با سفید نقطه دار داشت دو سوم رو میگیره. اگه جلوی چنگ باشه میشه دو تا دولا چنگ و باز اینجا اگر جلوی چنگ نقطه دار هست باز دو سوم رو میگیره، یعنی خودش میشه یه چنگ و نوت بعدی که دو بوده و چنگ نقطه دار بوده اون میشه یه دولا چنگ. خیلی مهمه دقت کنین و اگه این به اصطلاح قاعده رو حفظ کنین هیچ وقت دیگه اشتباه نمی کنین.